به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. در خدمتتون هستیم با پخش مستقیم در تیم‌های پرسپولیس و پیکان. یه حرکت از یاران پرسپولیس، یه پاس پشت مدافعین امید عالی‌شاه، فرار کرده اونجا، میتونه دروازه رو باز بکنه، این کارو کرده، اما داور بازی رو متوقف میکنه. دقیقاً هم درست این کارو کرد داور مسابقه های منصوریان و خطای هند عالی‌شاه محرز بود. موقعیت برای پرسپولیس تو محوطه جریمه، یه پاس با پشت پا صادقی به توپ نرسیده، حالا موقعیت هست برای عالی‌شاه، یه بازیکن دیگه از راه رسیده، همچنان اونجا توپ در اختیار پرسپولیس بود که در نهایت مدافعین سخت پوش پیکان توپ رو دور کردن. امید عالی‌شاه روی زمین افتاده، اینجا پرتاب دست بیرانوند رسید به ترابی و خیلی کار خاصی رو نتونست انجام بده. اینجا هم یه تکل بی‌محابا. در ادامه هم دانیال اسماعیلی فر نتونست کاری رو انجام بده، این بار کورنر رو کوتاه کار میکنن، سعی دارن خط دفاعی پرسپولیس رو غافل گیر کنن. از همون جا ضربه که زده شد بیرانوند توپو مشت میکنه، شانس آوردن که در ریباند کاپیتان پیکان رو لحظه دیدید، ابراهیم صالحی که اینجا هم ضربه که زده شد. در پرسپولیس جلو میان، صادقی رو پای چپش هست، میاره به سمت چپ، امیری روی زمینی تو محوطه جریمه، یک و دو، حالا این ارسال توپی که به هیچ کدوم از بازیکن‌های پرسپولیس نرسید، واسم ولسیانی توپ لو رفته اونجا، پیکان میره برای ضد حمله که اونجا علیرضا بیرانوند ببینید دقیقا در دایره وسط زمین هست علیرضا بیرانوند، باز هم یاران قرمز پوش، این ارسال دیگه، ارساله که به مقصد نمیرسه، پشت محوطه یه جریمه و ضربه که این بار نوبت کرمانشاهیه که توپ رو مشت کنه. سایپا هم میتونه بازی قشنگی باشه، نساجی و فجرم به هم دیگه خوردن، مثل کرمان و ساعت نفت آبادان، مثل رفسنجان هم خورد به زوباهن. یه واقعیت داره پرسپولیس کرمانشاهی که دفعه نصف و نیمه مجددن ترابی پاسش به مقصد نرسید و مدافعین پیکان توپ رو به بیرون زدن. ضربه به سمت دروازه پرسپولیس زده بشه که اصلا جالب نبود و از کنار دروازه بیرانوند توپ به بیرون رفت. همه میدونن که آقای گل محمدی به همراه این بازیکن‌ها چقدر برای پرسپولیس زحمت کشیدن، زمینی که موقعیت هست برای قرمز ها تو محوطه جریمه، ضربه که کرمانشاهی برگشت داد فرصت تو محوطه جریمه، کار یه مقدار سخت شده، صادق توپ میبره گوشه های زمین و در نهایت یه پرتابو میگیره برای تیمش. پرسپولیس عمده حرکاتش توی 35 دقیقه که سپری شده از عمق هست، هرچی توپ فرستادن رو دروازه پیکان بی برو برگرد، مدافعین قد بلند پیکان زدن تو پای اول رو یه بار دیگه تو محوطه جریمه، سیامک نعمتی و فقط میتونه یه کورنر بگیره اونجا. توپو کنترل کرده، یه بازیکن در مقابلش هست که بدرقه باشه، خود امید عالی‌شاه با پای چپ روی دروازه و کرمانشاهی توپو در آستانه ورود توپ به دروازه از آن خودش کرد، سعی دارن پرس رو انجام بدن پشت محوطه جریمه توی رفت و برگشت، این ضربه که از کنار دروازه بیرانوند توپ به بیرون رفت، به هر شکلی که بود برگشت دادن، اشتباه از مدافعین پیکان، پرسپولیس و دروازه پیکان، ترابی پشت محوطه جریمه، صادقی است تقریبا 4-3 هستن و ضربه بعدی که از بالای دروازه پیکان به بیرون رفت، اشتباه بعدی رو نزدیک یاران پیکان مرتکب بشن، حالا فرصتی این سمت برای اونها هست، ضربه تمیروف علیرضا بیرانوند درازکش یه تو سر توپ، یه پاس رو به بیرون، فرصت هست برای ارسال، ارسالی که یه لحظه مدافعین پیکان زدنش، همچنان پشت محوطه، این ضربه از پشت محوطه جریمه که به بیرون رفت. پرسپولیس 0 پیکان 0. حالا این ارسال و کرمانشاهی خیلی راحت توپ در اختیار گرفت، حالا از سمت چپ یه ارسال روی دروازه، یه اشتباه، این ضربه نصف و نیمه که مدافعین پرسپولیس توپ
رو برگشت دادن، حالا اونها میتونن ضد حمله بزنن. عبدی با سرعت بالای خودش پاس تند و تیزش کرمانشاهی بیرون میاد و با در اختیار میگیره. سروش سر بالا، منطقه بازی رو عوض کرد صادقی، سیامک ارسالش میاد به محوطه جریمه، ضربه میتونه زده بشه از راه دور که پس کنار دروازه پیکان به بیرون رفت و در چارچوب دروازه این تیم نبود. آیتمی نیست که بهش امتیاز بدن. عمری صاحب تو، یه پاس قشنگ نعمتی با پای راست روی دروازه، یه ارسال بلند، ضربه سر رو سامان فلاح زد. تیتو کنترل صالحی اصلا جالب نبود. پرتو برای پرسپولیس، دو تا تغییر دیگه، فرجی از پرسپولیس، عمری گستور تو محوطه جریمه، یه برخورد داور نزدیک صحنه بود و اصلا اعتقادی به خطای پنالتی نداشت روی عمری و کار داره دنبال میشه.